بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز دوشنبه است و 31 از ماه دسامبر سال 2012 رو به اتمام است. البته در روزهای دوشنبه حدود 1 ساعت و 40 دقیقه 50 دقیقه خدمتتون هستم. اجازه فرمایید یک غزلی از حافظ بخوانم خدمتتون، خیلی مشهور، و برگردیم سر مطلب. میفرماید بیا و کشتی ما در شط شراب انداز، خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز، مرا به کشتی باده درفکن ای ساقی، که گفتند نکویی کن و در آب انداز. از کنم بعض اوقات میرم روی این فیسبوک، این چیزایی که بچه میذارن میخوانم، میبینم که یک چیزهای عجیب و غریب هست. یک کسی در باب شراب، آقا تصور نکنین این حافظ این شراب منظور شراب بوده است، اینا یه چیز دیگه بوده. استاد فروزانفر مرحوم میگوید که ما یک شاگرد داشتیم، این وقتی میامد، یک بار دیگه هم گفته این مطلب، میامد پیش ما پشت میرفت، سالش که تمام میشد به احترام استادی پشت یه روز آمد پیش ما گفت که آقا این شراب در حافظ چه معنی میده. گفتم آقا اون چیزی دیدی که تو بطری میکنن آدم میخوره حالش خوش میشه، خلدارش هم مشهوره در شیراز. گفت بله. گفتم منظور همونه. گفت این بلند شد پشتش کرد به ما و رفت. حالا نگو آقا روزنامه نگار شده، رفت در شیراز، اولین مقاله‌ای که نوشت یک مش فوش و فضیحت به ما بود که این زندیق کافر نمیدونم شرابخوار فلان حرفا رو به ما زد. بله این شراب همون شرابی که تو بطری میکنن و میخورن. بله جان، حالا برای امروز دنیای مدرن با این همه گسترش عرض کنم سرگرمی و تفریحات و اینا، خیلی ما توجه نمی کنیم که چه عظمتی بوده این می در اون روزگار، و گذشته از این در جمال می آزادگی و قلندری و یک نوع پروتستانیسم می دیدن در مقابل خوشمغزی اهل دین. چون می دونید که در آیین حنیف اسلام شما هر کاری می خواهید بکنید اشکالی نداره، فقط شراب نخورید. حالا دزدی عیب ندارد، عرض میکنم که آدم کشی اموال مردم بردن میدونی که خوب است، این یکی خیلی بد است. بنابراین کسانی که گراینده بودند و قلندری آزادگی و عزم شود که روشنفکران اون روزگار، اینها این می رو یک بهانه کرده بودند. جمع می خارن در واقع نشاط و شادی رو از می میگرفتن. این یک چیز کمی نیست که ما خیال کنیم، یه چیز دیگه بوده. شراب محبت علی ابن ابی طالب بوده. البته اینا سخنان لاطائل بیهوده است، اینا رو اصلا از این حرفا در مملکت ما نبوده. تا سال 906 هجری قمری 90% یا بیشتر مردم ایران سنی بودن عزیزان، سنی بودن. بعد به ضرب شمشیر و پاره کردن شکم و اینها، مثل امروز که هممون چیز داریم از اینا پیشانی داریم، تا چند سال پیش 50 تا کارخانه عرق سازی کفاف ما رو نمیداد در ایران. حالا یه مرتبه شدیم نعل چیز به پیشانی، نعل به پیشانی. اونجوری شد اون زمانم دولت شد شیعه و شکم پاره میکرد، کسی شیعه نبود راش نمیداد، هر که بود بهش کار میداد. نصف سنی هم شیعه شدن از جای دیگه. این داستان علی و ولی و اینها جدیده در ایران، اینا چیز قدیم نیست. شما بگردید در تمام شعر ایران که چند میلیون بیت باید باشه، حالا راست شده است، از روزگار رودکی و ابو حفص سغدی تا برسیم به روزگار صفوی، داستان علی 50 بیت نمیشه.
50 بیت نمیشه مدح علی و از نام علی و این حرفا و بچه هاش و غیر. حالا میگن یک علی نامم پیدا کردن در نمیدونم کجا، جدید نمیدونم در قرن چهارم بوده، من به اون کار ندارم، ولی در دواوین شعرا، شعرای بزرگ نگاه کنید خبری نیست از این حرفا. بعد ادبیات صفوی همش شده است که دیگه علی اولاد علی، ما خیال میکنیم که همیشه هم طور بوده. این هم یه بدبختی و گرفتاری عمده است. حالا بماند. خب میفرماید مرا به کشتی باده درفکن ای ساقی، که گفتن نکویی کن و در آب انداز. ز کوی میکده برگشتم ز راه خطا، اشتباه بزرگ مرتکب شدم. بعد مرا دگر ز کرم با ره ثواب انداز. بیار زنمه گل رنگ مشک بو جامی شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز. اگرچه مست و خرابم تو نیز لطفی کن، نظر بر این دل سرگشته خراب انداز. به نیم شب اگرت آفتاب می باید، ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز. نهل که روز وفاتم به خاک بسپارند، مرا به میکده بر در خم شراب انداز. ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت، به سوی دیو محن ناوک شهاب انداز. البته این بیت پایانی مقطع، این در واقع یک نقل قولی است، اشاره است به یک چیز خرافی اسلامی، به سوی دیو محن ناوک شهاب. خیلی هم سسته، در بعضی دیوان ها یه جور دیگه است. این داستان این که پرسیدن از حضرت خاتم الانبیا که آقا این شبها ما میبینیم این خطوط درخشان در آسمان چی است اینا، فرموده است که اینا این شیطان هست میخواد برود درگاه کبریایی خدا. این جبریل سنگ پرت میکنه، جبریل سنگ و کلوخ و اینا پرت میکنه که این از اونجا گرفته، به سوی دیو محن ناوک شهاب از اونجاست، از علم قرآن هست. این علم چه علمی، چه علمی ماشاءالله. خب از شما که معمولا سال که به اتمام میرسد، روز آخر، دوستانی که در کار برنامه ها هستن و اینا، یه خلاصه ای از اون چه گذشت بیان میکنن. بندشون بلد نیستم واقعا، اون چه به یادم آمد یک دو سه چهار موردی خدمت شما میگم. در آمریکا مهمترین حادثه و واقعه سیاسی انتخاب آقای بارک اوباما بود. یک عده‌ای به خون اوباما تشنه هستن در این مملکت، منتها اینجا کشور قانونه، با رأی حکومت‌ها رو سرنگون میکنن، با رأی کسانی رو به حکومت میرسانن. کودتا نمیشه اینجا. بنابراین دست راستی ها عرض می شود که ثروتمندان عمده رپابلیکن ها، اینها بر این بودند که باید ایشون رو ساقط کرد به هر قیمت که شده. بیلیون ها گذاشتن که آقای اوباما رو سرنگون کنن، اما خانوما اسپانیش ها در واقع مردم آمریکای لاتین که اینجا هستن 23 میلیون یا 24 میلیون هستن یا بیشتر، و سیاه پوستان و آقای اوباما رای دادن و آقای اوباما 4 سالی دیگر رئیس جمهور این مملکت خواهد بود و سیاست هاش رو دنبال میکنه. این خیلی خیلی مهم بوده به لحاظ تاریخی، یک چیز بی سابقه بوده. خود وجود اوباما یک مرد سیاه پوست در کاخ ریاست جمهوری، این یه چیز کمی نیست، یه چیز خارق العاده است واقعا. بنابراین به نظر من
این یک واقعه خیلی 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 مهمی بوده. درود بر شما هموطنان گرامی. این که عرض کردن 50 کارخانه عرق کفاف شیعیان ایران رو نمیداد، یک گفته کوتاه هست، ضرب المثل عرب هست، میگن الناس علی دین ملوک. خب این شیعیان همون شیعیان هست. یه دو سه تا مسجد در تهران بود، والا اون مهمترینش که مجلس سپهسالار بود، ما گاهی رد میشدیم میدیم یه ده برای ادرار، بوی آمونیاک نمیشد نزدیک بشی، یه 20 نفری هم اونجا نماز میخوندن، خبری نبود. اما کاباره ها از نمیدونم افق طلایی بگیری تا اون یکی چیز مشهور بورسالینو و نمیدونم همه اینا پر کاباره بود تهران. شب جا نبود، جا نبود. چی شد یه مرتبه همه پیشونی ها سیاه شد، اینا شدن نمازگزار ریش و اینا. اون همون هستن دیگه، هر سال کسی که 30 سالش بوده هنوز سر کاره دیگه، به هر صورت داشت مثلا 60 و 64 سالش بیشتر که نیست که. خانمای مینی ژوپ پوش یه مرتبه شدن محجبه و اینا. کارخونا چی شد آقا؟ چی شد؟ کی میخورد عرقا رو؟ شیعیان علی میخوردن دیگه، همه شدن علم به دوش. این همین ماجرا شده زمان صفوی. خب در باب فرومایگان ارازل و اجامر و اینها که امروز بر مملکت ایران حاکم هستن، اسکندر وقتی ایران رو میگیره، بزرگان ایران که میان دچار وحشت میشه از عظمت این مردان. نامه می نویسد به ارسطو، حالا این رو ابن مقفع به یادگار گذاشته، حکمتش مهمه که من چه بکنم، من میخوام اینا رو سر بزنم از میان ببرم. کتابی که میخونم خدمت شما تاریخ طبرستان است، از ابن اسفندیار، و این تصحیح مرحوم استاد اقبال هست، تألیف بهاءالدین محمد ابن حسن ابن اسفندیار، سال 613 که یک سال قبل از حمله مغول هست این کتاب تحریر شده، راجع به طبرستان مازندران همون منطقه شمال، و یک بخشی از ابن مقفع آورده اینجا، عبدالله ابن مقفع. حالا مقفع به جهتی که پدر ایشون رو شکنجه کرده بودن دستش می لرزید و به او مقفع گفتن، به طوری که تاریخ نویسان نوشتن. یکی از بزرگان ایران زمین، یکی از بلیغترین نویسندگان، شاید بلیغترین نویسنده در تاریخ عرب، میگن ابن مقفع هیچ کس عربی به خوبی او ننوشت و جانش رو روی مهر ایران زمین گذاشت. عبدالله ابن مقفع ترجمه میکرد، کارهای ایرانیان رو به رخ عرب میکشید، از مشهورترین شعوبیان هست. ابن اسفندیار گزارش کرده است از قول ابن مقفع، حالا براتون میخونم. میگوید چون اسکندر از ناحیت مغرب و دیار روم خروج کرد، چنانچه شهرت آن از تذکار مستغنی است و قبط و بربر و عبرانیون مسخر او شدند، از اونجا لشکر به پارس کشید و با دارا مساف داد. دارا همون داریوش سوم هست، جنگ کرد با دارا. جمعی از خواص دارا را تلبیب کردند و به تبعیت و حیله سر دارا برگرفته پیش اسکندر آوردند، بفرمود تا اون جماعت را بر دار تعلیق کنند. کسانی که شاه ایران را کشته بودند، شاهنشاه ایران را به دار بیاویزند، چنان که عادت سیاست رومیان است و تیر را برجاس سازند. گفت این کسانی که خیانت کردند به پادشاه و او را کشتند و سرش پیش من آوردند به دار بکشند، بدن اینا هم هدف تیراندازی برجاس. این واژه برجاس در شاهنامه هم چند بار تکرار شده در موضوع
بازی در میان بر میدان برجاس، یعنی هدفی که میذاریم تیراندازی. گفت این اینا خیانت کردن و پادشاه بزرگ رو کشتن و اینا به دار کشیدن و منادی کنن که سزای کسی که بر قتل شاهان دلیری کند چنین است. میدونی که مغول ها هم به بزرگان احترام میگذاشتن، خون بزرگان رو نمیریختن، بلکه وقتی یک شاهزادی شاهی رو مورد خشم واقع میشد او رو لای نمد میپیچیدن یا یک جاجمی چیزی و گردنش رو میشکستن و با بیگانگان هم همین کاری میکردن، شاهان رو میگرفتن، همین خلیفه بغداد رو همین کار کردن، المستحسن رو پیچیدن لای نمد و گردنش شکستن، چون خون ریختن خون پادشاهان رو در واقع خوب نمیدانستن. اسکندر هم گفته است اینها رو به دار بکشین و عادت رومیان میگه چنین بوده است. خب و چون ملک ایران شهر بگرفت، جمله ابناک ملوک و بقایای بزرگان و سادات و اشراف و حضرت او جمع شدند و او از شکوه و جمعیت ایشان اندیشه کرد، یعنی ترسید وقتی نگاه کرد، اندیشه کرد، بزرگان رو دید، بزرگان ایران زمین، دو یک دوچار ترسی شد. به وزیر و استاد خیش ارسطاطالیس نامه بنوشت که به توفیق عز و علا حال ما تا اینجا رسید و من میخواهم به هند و چین و مشارق زمین شوم. اندیشه میکنم که اگر بزرگان پارس را زنده گذارم، در غیبت من از ایشان فتنه ها تولد کند که تدارک آن اسیر شود و به روم آیند و تعرض ولایت ما کنند. ما اومدیم اینجا رو گرفتیم، بزرگان میترسم که اینها وقتی من برم به مشارق گیتی مثل هند و چین و اینا بیان و سرزمین ما رو تعرض بکنن. رای اون میبینم که جمله را هلاک کنم و بی اندیشه این عزیمت را به امضا رسانم. این عزیمت را به امضا رسانم یعنی که این آهنگی که برای این کار کردم بدون این که تردید کنم انجام بدم. ارسطاطالیس این فصل را جواب نوشت و گفت، حالا این عبارت عربی ابن مقفع افتاده از کتاب، یه تکش مونده، از سفلتن الى المواضع العالیه فنصرف انهاز رای، بقیش چه بوده؟ معنیش این هست که به درستی که در عالم امم هر اقلیمی مخصوصند به فضیلتی و هنری و شرفی که اهل دیگر اقالیم از اون بی‌بهره‌اند. یه مردم هر کشوری دارای یک هنرهایی هستن که دیگران ندارن و اهل پارس ممیزند به شجاعت و دلیری و فرهنگ روز جنگ که معظم‌تر رکنی است از اسباب جهانداری و آلت کامکاری. اگر تو ایشان را هلاک کنی، بزرگتر رکنی از ارکان فضیلت برداشته باشی از عالم، و چون بزرگان ایشان از پیش برخیزند، لا محاله حاجتمند شوی که فرومایگان را بدون منازل و مراتب بزرگ برسانی یا بایی رسانید یعنی باید برسان. یا آقا تو بزرگان که میکشی، الیت جامعه رو میخوای بکشی، بعد میخوای چیکار کنی؟ خب اجامر اوباش باید بیار بزن جای بزرگان، مثل همین روزگار ایران زمین، روزگار امروز. خب و حقیقت بدان که از قول ارسطوس در عالم هیچ شری و بلایی و فتنه‌ای و وبایی را اون اثر فساد نیست که فرومایه به مرتبه بزرگان رسد. زنهار عنان همت از این عظیمت مصروف گردانید و زبان تهمت را که از تنان جانستان مؤثر و مولمتر است، از کمال عقل خیش منقطع و مقطوع گرداند تا برای فراغ خاطر 5 روز حیات به تخمین نبر حقیقت و یقین شریعت و دین نیکو منسوخ و دین نیکو نامی منسوخ نشود. و یک ربایی آورده، گر عمر تو باشد به جهان تا 300، افسانه
گر عمر تو باشد به جهان تا 300 افسانه شمر زیستن بی مر خود یا خد باری چو فسانه می شوی ای بخرد افسانه نیک شو نه افسانه بد. بله خدا نکند که اوباش و اجامر در یک جایی به مقام برسند و همیشه اینها دنیا رو خراب کردن، اجامر اوباش و عرض شود که بزرگان رو از میان برداشتن، الیت جامعه رو ضعیف کردن و کشتن، کاری که آخونده و ملاها کردن و در روزگار قبلش هم سابقه داشت. البته این وضعیت رو برای ما به وجود آورده است همین داستان ها. خدمتتون عرض کنم در آمریکا یک مثلی هست میگوید که جوجه رو امروز که شما از صبح که این جوجه ها رو از مردونی بیرون میکنید بعد از ظهر بر میگردن در مردانی. مقصود این هست که شما یه عملی که انجام میدهید اون عمل بد یا نیک به سر خود شما بر میگرده. حالا علتی این را عرض میکنم چون میخوام کتیکی از این کتاب برای شما بخونم و این داستان اسلام عزیز که با استبداد و زور و تحمیل شروع شد، مرکزش هم مدینه بود. یعنی یک کسی آمد گفت آقا من از اون بالا آمدم، حرف من حرف اون بالا هاست. حالا شما بکشه بکنیم، بنابراین هر که با ما نیست و قبول نمی کنه که من از اون بالا آمدم، کارش با شمشیره. و این اولین بار در طول تاریخ بشر بوده که یک کسی آمده مدعی دین شده پشتش هم شمشیر داشته. اصلا هم چیزی سابقه نداره. شما در این از بارم تاریخ یهود از ابراهیم و اینا که نگاه کنید تا بیایید نوح و اینا، اصلا همچه خبرها نیست، هرگز چنین چیزی نبوده. گفت دعوت واجب است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ آقا اون کسی که میخواد دعوت بکنه از جانب خدا، که خود این مغالطه است البته، باید دعوتش رو بکنه. حالا کسی قبول میکنه یا نمیکنه اون دیگه به اون مربوط نیست. اینطور نبوده. این اسلام عزیز تنها آیینی است که اینطور نبوده. یعنی کارش 33 جنگ، یعنی پیغمبرش 33 جنگ کرده. شما فکرشو بکنید، اصلا نمیشه توجیه کرد، نمیشه فهمید یعنی چه. من که نفهمیدم راسته، اگه کسی فهمیده به ما هم بگید. که شما بگید من حرف خدا را آوردم، واقعا بی منطق باشه که هیچی که قبول نکنه، بعد شمشیر داره دنبالش رو سر گردنه ها و از اینجور کارا و سر بریدن. اصلا من معنیش که نمیفهم والا، ریش پرخون حبیب ابن بظاهر من که نفهمیدم این چه معنی داره. خب قرار بود شمشیر باشه، خب حرف آدمی که آقا حرف خودم هر کی میخواد شمشیر. 33 جنگ. خب اینا از کجا میشده؟ اینا از مدینه النبی یثرب. دستور چی بوده؟ دستور این بوده که هر که با ما نیست بر ماست، زنش حلاله، مرداشو میکشیم، بچه‌هاش هم به اسیری میگیریم میفروشیم و زنا رو اونی که میخوایم برمی‌داریم بقیه‌ش هم میفروشیم. این هم دستور خداوند تبارک و تعالی اون این آقایون بوده. از بیرون از مدینه این کار رو در واقع اول در باب یهودیا کردن و بعد شروع شد در واقع از فلسطین شروع کردن و مصر و آمدن ایران و تا ماوراءالنهر. همین سیستمی که عرض کردم، یا به ما باج میدی و مسلمون میشی یا این که ما میکشیم مردا رو و زنا رو میبریم اموال میبریم، این دو تا چهار تا اسلام بوده دیگه. این دیگه ازهر من از شمس فکر میکنم همه بدانن، کسی هم نیست که منکر باشه. خب حالا این مرغی بوده که آمده بیرون. مدینه محل زندگی اصحاب بوده دیگه، اصحاب رسول اونجا زندگی میکردن اینها، تا میرسیم به دوران حکومت یزید. خب حالا ما پیغمبر رو داریم، میگه حرف من درسته، اسلام در دست منه، من پیغمبر اسلامم، حرفم حرفای خدا جبرئیل میاد. حالا یه زمانی هم یزید نشسته، یزید خلیفه اسلامه، مسلمانان بهش بیعت کردن، حالا اسلام دست اونه. زور دیگه، اون زور بود، اینم زور.
حالا اون زورش با یک سیاست یا خردی هم توأم بود، اینجا یک وضعیتی دیگری داشت. حالا مدینه شده دشمن این مدینه که محل برده فروشی بود و محل فروش اموال مسروقه بود و محل تقسیم بندی اموال مسروقه بود. ثروت هایی که اینا به دست آوردن، بعضی این اصحاب رسول نجومیه به 11 میلیون دینار و 15 میلیون دینار ثروت عبدالرحمن ابن عوف، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، اینا سعد میگوید بارا گفتم خدمتتون از واقعی نقل کردم، میگه ما وقتی که رفتیم مهاجرت کردیم به مدینه از فرط گرسنگی علف می‌خوردیم چنان که مثل بز و گوسفند علف از ما دفع می‌شد، نان نداشتیم. بعد میلیون ها اینا از سرقت بوده دیگه، سرقت مال مردم، مال در واقع زحمت کشیده، همچنان که این آخوندها سرقت میکنن اموال مردم بیچاره. حالا بابا صاحب منصبی بوده زمان شاه، خیلی خوب، حالا باید اموالش هم بگیری بخوری، حقوق انسانیش چی میشه؟ حقوق انسانیش هم پایمال کنی؟ یه سیستمی بوده، یه کار میکردن. حالا اونایی که در کار شکنجه بودن و فلان بماند، یه مطلبی دیگه است، اونا باید محاکمه بشن، حقوق انسانیشون عرض کنم که رعایت بشه. حالا اینا بهانه کردن برای گرفتن اموال مردم. همه داستانها بر سر زور بوده و زر بوده، هموطن هیچ کس برای خدا کاری نکرده، خدای موهوم کجاست که کسی براش کاری بکنه. خب اونجا باز محل برده فروشی بود، تقسیم ثروت. حالا یزید نشسته، یزید پسر معاویه جانشین اسلام شده و شده خلیفه اسلام و حکم اسلام در دست اوست. چند نفر از این بزرگان مدینه رفتن پیش یزید، خیلی به اینا احترام کرده، خیلی اکرام کرده، اینا بخشش ها کرده، پذیرایی ها کرده. اینا نگاه کردن دیدن خب یه سگی هم داره و از صورت که شعر هم میگه، میگن شراب هم میخوره اینا، برگشتن و شروع کردن در مدینه فتنه کردن که این کافر و منافق و از این حرفا. یزید عصبانی میشه، حالا به روز مردم مدینه همونی میاره که پیغمبر فرموده بود با کفار. 1400-1500 تن از اصحاب رو گرفتن سر بریدن. خب وقتی شما تولید خشونت میکنی و خشونت رو معیار کار قرار میدی، یه روزی به روز خودت میاد دیگه. خشونت جایی نمیره، داره میره و بر میگرده. که مسیح میگوید یک کسی به صورت تو زد، اون سوی صورت تو هم نشان بده که بزنه، که البته خیلی دیگه این رادیکال داستان، ولی داستان بر سر اینه. در واقع این تز اخلاقی حکیم سقراط هست. سقراط، از شما نیکی که میکنید در جامعه سرانجام در حق خود کردید، بدی هم همچنین. بنابراین اون سیستم و حزب و آیینی که مبتنی بر زورگویی و شمشیر و عرض میکنم که تجاوز و قتل و اینا هست، وقتی این رو حکم کردی و قانون کردی، یک روزی بچه های خودت هم مشمول این داستان میشن. حالا من این داستان رو که به وجوه مختلف در تاریخ های مختلف آمده، من خدمت شما هموطنان گرامی اینجا میخوانم. خب در صفحه 718 هست تاریخنامه طبری جلد دوم. این تاریخنامه طبری رو دو نفر تصحیح کردن، مرحوم ملک‌الشعرا بهار و آقای روشن که بارها صحبت کردیم، محمد روشن. خب در این سال عثمان ابن محمد از مدینه سوی یزید 10 کس را از مهان و اشراف و برادر عبدالله ابن زبیر را بفرستاد. یزید ایشان را بنواخت، یعنی پذیرایی کرد، و بر کرد یعنی نیکی کرد، بر کردن یعنی نیکی کردن، ابرار نیکوکاران، و منذر را 100,000 درم داد.
و دیگران را 10,000. رئیسشون رو 100,000 درم داد، هر کی میگم 10,000 درم. ایشان باز مدینه آمدند و گفتند این یک زید کافر است و او را دین نیست که روز و شب شراب خورد و نماز نکند و خون اولاد رسول الله را حلال داند، او را در امامت حق نیست و ما از بیعت او بیزار شدیم و عبدالله ابن حنظله را مهتر کردند و این عثمان را و همه بنی امیه را بند کردند و چون این خبر به یزید بردن تافته شد. این تافته شد خیلی خیلی چیز قشنگ و زیبا، تجسمش هم خیلی فوق‌العاده است. منسوخ شده تافته شد، یعنی اونقدر خشمگین شد که تافته شد، مثل که گر گرفت. در واقع یزید گفت من به این همه پول دادم، این همه خوبی کردم، اینا حالا رفتن علیه من از این حرفا میزنن. تافته شد، عصبانی شد. و علی ابن الحسین به مدینه بود. این علی ابن حسین کیه؟ حضرت زین العابدین بیمار امام چهارم شیعیان است که یزید بهش پولها داد و خدمتها کرد و فرستادش مدینه به خواست خودش. حالا ایشون هم اونجا هست، خیلی واقعی مهم نیست. خب ایشان همه پیش او شدن که با او بیعت کنند، رفتن که بذارن سر کار. در واقع او اجابت نکرد، او من پسرمون خیانت نمی کنم آقا، چی میگی شما؟ و مدینه را به جای بگذاشت و به دیهی شد که نام اون دیه ینبو است. گوه آقا من به پسرمون خیانت نمی کنم، این خلیفه اسلام اونجا نشسته. و رفت توی یک دهی به نام ینبو نشست. چون این خبر به یزید رسید، نعمان ابن بشیر الانصاری را بخواند و گفت به مدینه شو و ایشان را پنده که من نخواهم که به دون جایگاه سپاه فرستم و زنان ایشان بیوه کنم و علی ابن حسین را بگوی که معلوم شد که تو چه نکویی کردی. گوه پسرعموی من امام زین العابدین بیمار، که البته امام خونده نمیشد اون زمان، حالا به هر صورت پسر عموش بود دیگه، گفت بگو که دست درد نکنه، خیلی ممنونم که شما مشارکت نکردید در این اقدامات علیه من و به این مردمم پند بده، بگو آقا من نمیخوام اونجا جنگ کنم و اینا، یکم آروم باشید، خجالت بکشید. نعمان بر جمازه بنشست و به تعجیل به مدینه آمد و ایشون را پند داد و بسیار بگو، البته سود نداشت. نعمان را گفتن یا نعمان، یزید مسلمان نیست که روز و شب شراب خورد و نماز نکند و فساد کند و خون اولاد رسول الله علیه السلام حلال دارد و تو دانی که هیچ خلیفه اینها که او می کند نکرده است و او را امامت نشاید. نعمان چون دانست که فرمان نکنند بازگشت و سوی یزید شد و او را گفت، او را بگفت یزید مسلم ابن عقبه را بخواند و این مسلم مردی بود پیر و بسیار حربها و مصافها دیده بود. خیلی جالبه که در تمام این ادبیات قرن چهارم هیچ موقع نمیگه جنگ، فارسی ترجمه داره میکنه، همیشه میگه حرب، همواره میگه حرب، اصلا واژه جنگ نیست، حرب. بسیار حربها و مصافها بکرده بود، دیده بود. و یزید خبر و احوال مدینه او را بگفت و او را بفرمود که 10,000 مرد برگیر و به مدینه شو. گفت این اهل مدینه روشون زیاد شده، علیه من دارن اقدام میکنن، 10,000 مرد بردار و برو. مسلم 10,000 مرد بگزید و روانه شد و یزید قریب نیم فرسنگ با او برفت و گفت تا توانی با ایشان نرمی کن و علی ابن حسین را نیکو دار. گفت جنگ رو تو آغاز نکن، نرمی کن. این پسر عموی منم امام زین العابدین اونجاست، باش خوبی کن، حتما یک کیسه زرم داده که بهش بده. و علی ابن حسین را نیکو دار. و مسلم رنجورگونه بود، این سپهسالار که جنگ ها دیده بود و حرب ها کرده بود یک کمی رنجور بود. او را گفت اگر تو را اجل برسد حسین ابن نمیر تو را خلیفه است. تو یه مردی اتفاق افتاد، فلانی هم بذار جا خودت. خیلی خوب. او برفت و یزید بازگشت، یعنی اینا رو برده بدرقه کرده، سفارشات کافی وافی کرده و یزید برگشت. و همون روز عبیدالله ابن زیاد را نامه کرد و گفت با سپاه بسیار به مکه شو و با پسر زبیر حرب کن.
عبید الله گفت چه به من میرسد، همه فرزندان پیغمبر را بکشتم و دیگر با خانه خدای حرب میفرمایی؟ نامه را جواب کرد که من سخت بیمارم، اگر فرماید بهتر شوم و آنگه بروم. و خدا پدر تو رو بیامرزه، ما رو فرستادی حالا بچهای پیغمبر رو کشتیم، حالا میفرستیم چی گیر ما آمد، حالا ما خواهیم رسیم جنگ خانه خدا. خیلی خوب، ما نمیام، ما اهلی کار رسیم بمانم. داستانش خیلی خنده داره، اینا همش فقط جنگ سر قدرت و پول بودیم. باشه آدم بیابانی گرسنه بودن، خود بیچاره فقر و بیچارگی و دربدری و اینا، حالا به پول رسیده بودن، ثروت مملکت های دیگه، زحمت دیگران، شکم همو پاره میکردن. علی میخواست شکم معاویه رو پاره کنه، معاویه شکم علی رو، حسین میخواست شکم یزید رو پاره. اینا همه جنگ سر پول بوده دوستان، سر این دنیا بوده. داستان خلاصش به شما بگم، باور نفرمایید که داستان دین و این حرفا رو باور نفرمایید. خیلی خوب، چون مسلم به مدینه آمد و سه روز بر در مدینه ببود و کس فرستاد به مدینه و ایشان را پند داد، البته قبول نکردند. مردم مدینه حربگاه ساخته بودند به وادی الحره یا حره، نمیدونم کدومش درسته، و مسلم از ایشان خبر نداشت. اینا تازه لشکر کشیده بودند، سپهسالاران معلوم کردن آماده نبرد شده بودند که این داشت پند میداد. آقا اینا آماده جنگن، چه پندی؟ گفتن آقا این دین نداره، ما میخوام با جنگ کنیم. خیلی سپاه تعبیه کرد. پس کسی آمد گفت عبدالله ابن حنزله را که مسلم حرف خواهد کردن. فضل ابن عباس ابن عبدالمطلب را بخوان و از او مردانتر و دلیرتر نبود و او را بر مقدمه کرد و لشکر را همه در حکم او کرد. اون کردن سپه سالار اهل مدینه. و فضل با اون سواران مدینه تن به لشکر شام افکندن و ایشان را هزیمت کردن تا نزدیک تخت مسلم. تخت مسلم یعنی اون خیمه خرگاهی که این سپه سالار بود زده بود، تا اونجا لشکر یزید عقب نشینی کرد. و مسلم بر تخت بیمار بود، گفت خیلی پیر بود دیگه بیچاره. و مسلم را غلام رومی بود پیش آمد و علامت پادشاهان پوشیده. فضل شمشیری بزد و او را بدونیم کرد، یعنی همون فضل ابن عباس ابن عبدالمطلب، پنداش که مسلم است. این لباس خیلی شیکی پوشیده بود، این فکر کرد که این همون سپه سالار، شمشیر زد شقش کرد. پس تکبیر کرد، آواز برآورد که مسلم را کشتم. مسلم چون بانگ او بشنید برخاست و سلاح در پوشید و به اسب نشست و گفت من اینک زنده‌ام. فضل چون بدانست با حربگاه آمد و آهنگ مسلم کرد. مسلم او را نیزه‌ای بزد و از اسب بیفکند. لشکر فضل حمله کردند و او را بازستدند و لشکر شام حمله کردند و از اهل مدینه بسیار بکشتند. خب اجازه بدید که یک موزیک دیگه بشنویم. با اجازه شما صدای محمد نوری رو شنیدیم، چه صدای زیبایی داشت این مرد، صدای مخصوصی داشت، خاص خودش بود. دو سه دقیقه و برمیگردیم دنباله این داستان که چگونه. بله بله، آماده بفرمایید. این داستان به گونه های مختلف آمده اینجا، به اختصار واقعا بسنده کرده این کتاب، ولی جاهای دیگه مفصل‌ترش هست در ابن عسیر و کتاب های دیگر، که چه مایه اصحاب کشته شدن، چه تعداد اصحاب رسول کشته شدن. حدود 1000-1500 نفر کسانی که نزدیکان پیغمبر بودن کشتن. سه روز و سه شب مدینه رو غارت میکردن، زنها رو ریپ میکردن به قول معروف. به دستور چی؟ دستور اسلام، همون دستوری که اسلام داده بود در حق دیگران و از مدینه اون دستور صادر میشد. حالا کسی دیگه اومده علیه همون مدینه، همون دستوراتی که خب چیز دیگه، دستور خداست دیگه. نه، با درود بر شما هموطنان گرامی، با وقت آواز هم میخونیم اینا، اینجوری هم میکنیم مثل که چیزی از آسمون میخوایم، یه چیزی منتظر چیزی هستیم از اون بالا بهمون بدن. این ذهنیت گداپروری شیعه هم واقعا حکایتی است. نمیدونم چی باید گفت. خب بگریم سر دنبال این مطلب ببینیم که خب
میگوید پس عبدالله ابن حنظله پیاده شد و خود را از شهر بیرون افکند و هزیمت در شهر افتاد. در واقع مدینه رو، مدینه النبی رو گرفتن. مسلم بانگ کرد که ای سپاه شام، شما نیز پیاده شوید. جمله و شامیان تیراندازان بودند، همه در پیش افتادند و عبدالله را سه پسر بود، هر سه را به تیر بکشتند. عبدالله ابن حنظله گفت که از پس فرزندان مرا زندگانی به کار نیست. حمله برد، سپاه شام او را در میان گرفتند و بکشتند و لشکر شام در شهر افتادند و غارت کردند سه روز. سه روز شب و روز مشغول بودند رفقا به جان هم، مسلمانان عزیز. و یاران پیغمبر علیه السلام اون چه مانده بودند به کوها گریختند و چندان خون ریخته بود که جوی خون برفت و یزید را فتح‌نامه نوشت. حالا یک جای خواندم که گفت 3000 تن از موالی، 1400-500 تن از اصحاب رسول و چند هزار نفر دیگه. و روز چهارم مسلم به مزگت جامع شد و منادی فرمود زدن که کشتن و غارت برداشتم. سه روز قتل عام میکردن و روز چهارم دست بردن بیایید و بیعت کنید. و مسلم کس فرستاد و علی ابن الحسین را بخواند، یعنی حضرت زین العابدین بیمار، و گفت یا علی امیر المومنین یعنی یزید تو را درود میفرستد و همین میپرسد و میگوید که نیک کردی که خود را در این فتنه نفکندی، انشاءالله که پاداش تو نیکویی بکنم. و در این روز که هر بود به مدینه محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس از مازر بزاد و سلام. حالا علت اینا رو گفته چون اینا آمدن و بنی امیه رو برانداختند. داستان شگفت انگیز و یک مطلبی که عرض شود که تا حالا گفته نشده است خدمتتون عرض کنم در باب این تعریف و توجیه تمدن اسلام. این داستان تمدن اسلام اصلا سابقه نداره همچین چیزی. ما هرگز نمیگیم تمدن یهودی، تمدن مسیح. این از حوزه پاریس و هر میشود که این مستشرقین اینا یه همچین چیزی به میون انداختن. اینا هم حالا مزمزه میکنن آخوندها تمدن اسلام. خواستم خدمت شما عرض کنم که مدنیت، تمدن تا حد خیلی زیاد برای ارضای حواس انسان هست. یعنی اگه ما گوش ما نمیشنید و کر بودیم هرگز موسیقی تولید نمی کردیم، هرگز بتهوونی لازم نداشتیم، چایکوفسکی نمیدونم کی، هایدن. اگر ما بینایی نداشتیم واقعا نمیخواستیم این بناهای باشکوه زیبا رو بسازیم. این است که این حواس انسان در واقع مرتب خواسته که اون چرا میبیند زیباتر بکند و بهتر و بهتر بکند. موسیقی یک امر خیلی ساده‌ای بوده با یک نیلبکی در بیابان‌ها رفته 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 برای بهتر کردنش و لذت بردن بیشتر. یعنی گفت آدمی فربه شود از راه گوش، گاو و خر فربه شوند از راه نوش. انسان از راه گوش یه فربه شود، یعنی در واقع توسعه فکر میکنه رفته است. بنابراین در به ذات اسلام مخالف هر نوع لذت بردن و هر نوع تحسین زیبایی است. این مطلبی نیست که یار بنده اینجا بخوام اختراع کنم. شما نگاه میکنیم از ابتدا ببینیم آقا اصلا عناصر مدنیت چه عناصری هست. علوم هستن، عرض میکنم که معماری است، موسیقی است، انواع هنرهاست. هیچ کدام از اینها رو نه روی خوش نشون داده اسلام عزیز، نه که اساساً مایل بوده
که یک کسی فرض کنه موسیقی گوش بکنه یا یک کسی مثلا نقشی رو تولید بکنه، اینا حرام بوده. در واقع اگه یک کسی بخواد مطابق دستورات اسلام به وجهی که اسلام خواسته عمل بکنه، همون میشه بعد که حافظ گفت رنده آموز و کرم کن که نه چندان هنر از حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. یعنی نه حاضر موسیقی گوش کنه، نه حاضر یک قصر زیبا رو تحمل کنه. ببین دستور بود که قصرها رو خراب میکردن، بودن آقا پیغمبر فرموده است الفقر و فخری، و نامه نوشت عمر که از دو اتاق بیشتر نسازید، سه اتاق حرام است، و هیچ ساختمانی بلندتر از این تشکیلات کعبه و مکه نباید باشه. اینا خراب میکردن، تمام قصرهای دنیا رو دسترسی خراب کرد، مگر اینکه یک چرچی بود، این چرچ رو تبدیل میکردن به مسجد. بنابراین این موضوعی که میگن تمدن اسلام و تمدن اسلامی و تمدن نمیدونم چی، این اصلا معنی نداره. تمدن با زمان ساخته میشه و تعریف میشه و مکان، نه به اسم دین و عقیده. اصلا چنین چیزی نیست. تمدن اسلامی و تمدن مغول. چه تمدن مغول؟ کدوم تمدن مغول؟ مگه مغول تمدن داشت؟ و این عرض می شود که عربستان سعودی که زادگاه اسلام هست، اساسا ظرفیت تولید این چیزها رو نداشته. تنها هنری که توانسته تولید بکنه همین شعر بوده. شعرش بله شعر داشته، ولی ترغیب به مدنیت و داشتن امر متعالی مثل قصرهای باشکوت و اتاقهای رنگین نمیدونم اینجور داستان ها اصلا خلاف ذات اسلامه. اینه که این داستان ها که میاندازن تمدن اسلامی، دیدم یکی سمی مقاله نوشته بود تمدن اسلامی تمدن اسلامی کرده بود. خواستم باز به تکرار خدمت شما عرض کنم که همچین چیزی ما سراغ نداریم. خدمت شما بگم که بعضی دوستان زنگ میزنن که آقا ما چه بکنیم اینا در مصوم مطالعات و تاریخ و این حرفا. خدمت شما عرض میکنم که اگر ما بخوایم که یک کار جدی بکنیم، اولا که فایده این تاریخ و این هنر و این ادبیات و این سابقه تاریخی آن است که ما بتوانیم اینها رو به یک نیروی مادی تبدیل بکنیم برای آزادی، وگرنه داره ارزشی نیست. اگر ما از همه این امکانات فرهنگی و تاریخی نتوانیم استفاده بکنیم برای بهبود وضعیت مردم ایران زمین، در آینده به هیچ دردی نخواهد خورد جز تلمبار کردن کتابخانه ها با مشتی کتاب. بنابراین اون دوستی که زنگ زدن و از مطالعه صحبت کردن، از بنده نظر خواستن، عرض میکنم که تاریخ سیاسی ایران خیلی قدیم هست، اما چنانچه حوصله نیست بایستی تاریخ ایران زمین رو از روزگار صفویه یعنی سال 905-906 تقسیم بندی کرد. یعنی یک دوره صفوی هست چون تغییرات مهم رخ داده، یکیش همین شیعه گری، تا پایان صفویان که با آمدن محمود اشرف تمام شده، و بعد ما یک دوره نادرشاه رو داریم، هرج و مرجیست، و بعد هرج و مرجی که نادرشاه و بعد زندیه، این دوتا هم باید یک دوره به حساب بیاد تا زمان آقا محمد خان. از آقا محمد خان تا ناصرالدین شاه قاجار یک دوره سیاسی دیگری است، و از اونجا تا روزگار 57 امروز هم یک دوره دیگری است. این بخش از تاریخ رو کسی بخواد کار سیاسی انجام بده، بخواد بنشیند و ایران شناسی بکنه از نظر عرض میکنم تاریخ سیاست، لازم و در واقع هست و ضرورت داره که
مطالعه بشه و بهتر این است که 4 نفر 5 نفر 6 نفر 7 نفر اینا میتونن بچه ها خودشان کتاب بخرن، یک دوره کافی است از هر، یا اینکه قرض بکنن از کتابخانه ها بخونن، در بابش صحبت کنن، تحلیل بکنن و در واقع این مباحث ملکه بشه که ما هیچ گونه نقطه تاریکی نسبت به گذشته دیگه نداشته باشیم. همیشه گذشته برای ما در تاریکی بوده و بدون اطلاع به این تاریخ سیاسی ایران در این دوره که عرض کردم، واقعا اظهار نظر سیاسی کردن راجع به آینده صحبت کردن اینا سخن باطلی است، چون ما هیچ نمیدانیم از گذشته بیشتر از ما متاسفانه. و اینها در هر دوره چند کتاب کلاسیک هست که مورخان نوشتن، اینا خیلی مهمه، بعد تحلیلای خوب شده از این آثار توسط مستشرقین و توسط ایرانیان. رمانا رو عرض نمی کنم، کاری مثل این آقا یادش اسمش هم یاد نمی، زیب الله منصوری، این کاراش باطله، این مرد واقعا کوچکترین ارزشی نداره، فقط برای خواندن نگاه کردن خوب هست. این کتابی نیست که شاید بهش اعتنا کرد یا نمیدونم نقل قول کرد، چیزایی می نوشت، رمان نویس بود، جاهای دیگه هم هست. من میبینم هی میگن آقا نمیدونم کتابا اینو نام میبرن، خدا رحمتش کنه، مرد خیلی خوبی هم بود شنیدم، ما هم خیلی خیلی علاقه داشتیم به قلم شیرینی که داشت، استاد رمان‌های جنگی هم بود، خیلی خیلی وارد بود. اما نه، اینا رمان هستن، کارهای کلاسیک شده، کارهای خیلی خوب شده در هر دوره بودن و بعد هم نقدها شده، بعدم که دیگه روزنامه‌ها اومده به میدان دیگه، خیلی صحیح اخبار در دست هست، اینها رو بایستی بررسی کرد و در بابش صحبت کرد، چون تا ما ندانیم واقعا این مردم جستجوگر چه چیزی بودند و چه حوادثی باعث شد که کار ما به انجام نرسد، واقعا چه کسانی مهره‌های شیطانی این کار بودند. عرض کردم ما اینها رو به دو دست نور و ظلمت بایستی تبدیل کنیم. اون همه اون کسانی که برای آزادی کوشیدن در این کشور و حاکمیت مردم در گروه نور بگذاریم، تمام کسانی که خودکامه بودن، دوز بودن، عرض می شود که قوانین مملکت رو زیر پا گذاشتن، در گروه ظلمت، بدون اینکه بخوایم حالا تعارف بکنیم، چون ما طریقی نمی توانیم اتخاذ کنیم جز اینکه یه فکری برای آینده بکنیم، آینده آزادی. به قدر کافی استبداد در مملکت ما بوده، الحمدلله رب العالمین کمبود استبداد نداشتیم. اگر ما نتوانیم یک حاکمیت عادلانه برقرار کنیم زیر سایه قانون، همه به طور تساوی زندگی بکنیم، خیلی خیلی از همه جهان عقب افتاد. خب وقت ما هم در اینجا تمام شد. هموطنان گرامی، با سپاس از سپهر و شما که توجه فرمودید، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.